به نام خدا. مثل که قرار صحبت امشب درباره عرفان باشه، پدیده ای که عرفان نامیده شده، به نظر میاد که امروزه هر کسی خود یک عارفی است و دم از عرفان میزنه و بعد انسان که نگاه میکنه احساس میکنه که آیا واقعا کسی هم هست که عارف نباشه. پس من فکر میکنم سوال رو اینطور تر بکنیم که واقعا چه چیزهایی عرفان نیست. علاوه منطقی و بحث پدیدارشناسی که اساس بحث شناخت توحید هم در حکمت بوده و هست، که این رو امروزه در فرهنگ فلسفی اروپا در مکتب مخصوصا پدیده شناسی موسوم است به کاهش منطقی، در فرهنگ فلسفی اسلام به استدلال سلبی معروفه، به بیان دیگه استدلال لا الهی. یعنی وقتی میگیم لا اله الا الله، در واقع لا اله مشمول این واقع است که چه چیزی خدا نیست. لا اله در واقع یعنی خدا نیست، الا الله یعنی اینکه خدا نیست الا اینکه عکسش ثابت بشود، الا اینکه باشد. خدای نیست، لا اله الا الله یعنی خدای نیست مگر اینکه خلافش به قول معروف ثابت بشه که هست. مفهوم بسیار ساده لا اله الا الله اینه. ما از چشم همین منطق لا اله الا الله به این سوال وارد میشیم، چرا که عرفان رو آنگونه که همه بزرگان و حکیمان و عارفان جهان گفتن، عرفان گفتن نهایتاً خداشناسی است. خب بنابراین پس ما اگر عرفان رو هم از این منطق نگاه کنیم، از درست‌ترین منطق نگاه کردیم. چون عرفان محوری ترین و در صدر همه شعارهاش خداشناسی است، منطقه نه خداشناسی فلسفی کلامی استدلالی، بلکه خداشناسی که از طریق خودشناسی ممکن میشه. فرق عرفان با خداشناسی های دیگر در همینه. عرفان خداشناسی از طریق خودشناسی است. تفاوت عرفان با فلسفه هم همینه، تفاوت عرفان با منطق هم همینه، تفاوت عرفان با سایر علوم هم همینطوره. چرا؟ برای اینکه یک عالم، یک دانشمند هم در حقیقت میتواند از طریق شناخت طبیعت در جستجوی شناخت خدا باشد، ولی این شناخت عرفانی نیست، شناخت علمی خداست، شناخت منطقی خدا، شناخت فلسفی خدا. ولی عرفان یعنی شناخت خودی خدا، شناخت خودی خدا یعنی خدا را در خود شناختن. حالا اگه برگردیم به منشأ نخستین عرفان اسلامی که بزرگترین و نخستین سخنگو و اسفش امام اول شیعیان حضرت علی علیه السلام هست، دریایی از احادیث و سخنان آن امام بزرگ در نهج البلاغه و در مجموعه قرار الحکم و درر الکلم ما شاهدیم که همه جا خداشناسی فقط از طریق خودشناسی ممکن شد. این سخنان بسیار فراوان هست، چند تای شما به طور مثال خدمتتون میگیم. به تحقیق که خودشناسی همان خداشناسی است، هیچ کس خود را نشناخت الا به واسطه ربی، که منظور همان امام است. هر کس خود را شناخت رستگار شد. اینا تمام سخنان حضرت علی است. هر کس خود را شناخت نجات یافت، آن کس که خود را نشناخت هلاک شد. هر کس خود را شناخت همه چیز را شناخت، هر کس خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت. اینها سخنانی هست درباره خودشناسی و معرفت نفس که همون ذات عرفانه، که مشابهین هرگز در تاریخ شرق و غرب جهان سابقه نداشته.
یا سخنانی مثل این که در حیرت هم از مردمانی که در جستجوی گم شده ای هستند ولی خود گم شده و هرگز در جستجوی خود نیستند. اینها فقط چند نمونه ای از سخنان امام اول هست درباره ارزش حیاتی و وجودی خودشناسی. بنابراین خودشناسی همان عرفان است. در اسلام در واقع عرفان یعنی خودشناسی. یا اگر سوال کنید عرفان یعنی چی؟ عرفان یعنی خودشناسی. منتها خودشناسی که مقصودش به خدا میرسه، خداشناسی است. منتها خدای خودی، خدایی که در خود فرد حضور داره، نه خدای آسمان، نه خدایی که در طبیعت حضور داره، نه خدای فلسفی و منطقی، خدایی که در نفس خود فرد هست. عرفان اسلامی یعنی همین. عرفان های دیگر مذاهب هم کم و بیش این معنا را در خودشون تداعی میکنن، ولی انقدر عریان لخت کامل و دقیق نیستن و نبودن. عرفان هندو، عرفان چین، عرفان مسیحی، حتی حکمت ایلیایی یونان باستان این مفاهیم رو دارند، ولی هرگز اینقدر واضح دقیق و عمیق و جامع هرگز این مطالب رو به صورت مکتوب در تاریخ بر جای نگذاشتن. لاغر این که خودشناسی هم خداشناسی است و خداشناسی جز از طریق خودشناسی امکان پذیر نیست، فقط در عرفان اسلامی است، بانیش هم امام اول. مثلا در حکمت ایلیایی یونان باستان مشابه این سخنان وجود داشته. حکیمانی مثل پارمنیدس، مثل اگزنوفانس، مثل جورجیاس حکیم، مثل زنون و بعد مثل سقراط حکیم، اینان در باب خودشناسی کم سخن نگفتم. البته سخنان زیادی از اونها به جا نمونده، ولی همانقدر که به جا مانده اول و آخر پیام آنها به مردمان، به پیروانشان همین بوده که آقا خودتان را بشناسید، که غیر از این هیچ شناختی ممکن نیست. مشهورترین این سخنگویان سقراطه، ولی خود سقراط شاگرد و مرید حکیمان ما قبل خودش بوده که معروف هم به حکیمان الاعات که در بندر الاع زیست میکردن، که پارمنیدس و اگزنوفانس و زنون نخستین آنها بودند و تمام تلاش ها مقامان ها خودشناسی بوده و مردم رو به خودشناسی دعوت میکرد. قرن چهارم، پنجم، ششم قبل از میلاد مسیح، تقریبا همزمان با چنین دورانی در چین باستان هم حکیمان بزرگی مثل لاوتسو و منسیوس که خود از شاگردان و مریدان لاوتسو بوده وجود داشتن، که تمام تاکیدشون بر خودشناسی بوده و جز خودشناسی هیچ علمی رو اینها اصلا قبول نداشت. مشابه چنین سخنانی یک کمی بدتر از حضرت بودا وجود داره، که خود از بانیان اصلی عرفان هندو هست، که البته این عرفان هندو ریشه در حکیمان ما قبل از بودا داشته، در آثار اوپانیشاد ها و وداها موجود این اندیشه ها، تا جایی که شعار اصلی کتاب اوپانیشاد ها مخصوصا وداها این است که ای انسان، تو خود تمام جهانی. همونطور که در قرآن ما بسم الله الرحمن الرحیم محور پیام قرآن و در صدر هر سوره ای هست، این جمله در اوپانیشاد ها مترادف با بسم الله الرحمن الرحیم، نشون میده که در مذاهب هندو تا چندی خودشناسی اهمیت داشته، که یه انسان تو خود تمام جهان، یعنی جهان رو در خود جستجو کن. این سخن رو خیلی دقیقتر حضرت علی علیه السلام داره، که یه انسان تو عالم اصغری، یعنی جهانی کوچک شده ای. بیان دیگه امام اینه که عالم هستی انسان اکبر است، یعنی انسان اگر وسعت پیدا کنه میشه کل جهان هستی، جهان هستی رو اگر فشرده و کوچک کنیم میشه انسان. بنابراین تا اینجا یک تعریف تقریبا ملموسی از عرفان قابل استنتاج هست. حالا سوالی که شما فرمودید به نظر من بسیار مهمتر امروزه. خودشناسی، خداشناسی تقریبا میشه گفت مثل شعار جدول ضربی
مدارس همه از بر هستند. خود این شعار خودش این روز سهل و ممتنع و حتی حج و مسخره شده متاسفانه. بله سوال شما بسیار واجبتر و اساسی داره. سوال شما رو من باز دقیقتر توضیح میدم برای خودم. سوال در واقع اینه که امروز همه عارف هستن، حتی آقای کلینتون در کاخ سفیدم دعوی عرفان کرده، به حافظ اظهار ارادت میکرده، گویا حتی میگن تفاعل میکرده بود. دیگه یک شرای شرقی که خیلی واضح تر، بله در خود این ایالات متحده امریکا الان بزرگترین نزدهای عرفانی در اونجا جاریه، 3-4 دهه هست در اونجا جاریه که به صورت نزدهای هیپیگری خود نمایی میکنه. در کشور خودمون شاهد هستیم، به خصوص در یکی 2-3 دهه اخیر، همه خصوصا این دهه اخیر به نظر میرسه اصلا تمام مردمان ما به خصوص جوانان در قشر تحصیل کرده و علما همه عرفانی شدند. هر کسی از هر چیزی میخواد حرف بزنه با عرفان شروع میکنه. این یک نهضت جهانی است که بایستی گفت گوییم که در آغاز هزاره سوم انگار جهان داره عرفانی میشه و کل بشریت انگار میخواد عارف بشه. این مضمون به نظر من علاوه روانشناسی اجتماعی، علاوه شناخت فرهنگا و علاوه اینکه این تمدن در چه عرصه‌ای قرار داره الان، بسیار بسیار مهمه که این یعنی چه؟ چرا همه احساسات عرفانی پیدا کردن؟ این یعنی چی؟ ولی سوالی که شما فرمودید بی نهایت مهمه، نکته بسیار دقیقی رو شما اشاره کردید و اون این که به نظر میرسه که عرفان و تمام این نزدهای به اصطلاح عرفانی که من اسمشون نزدهای شبه عرفانی میذارم، اینها گویین که عرفان رو فقط ملعبه کردند بر علیه قانون، بر علیه نظم، بر علیه اخلاق، بر علیه هر چیزی که اسمش عهد، تعهد و وفا هست. گویین که عرفان انگار عرفان یعنی ضد قانون، ضد عهد، ضد اخلاق، ضد عقل، حتی ضد عقل. و این خیلی عجیبه. برای همین هم هستش که این نهضت‌های به اصطلاح عرفانی در عمل هم جنونگرا و جنونپرست هستند. تو این اخبارها ما شاهدیم که از بطن همین نهضت‌های به اصطلاح عرفانی که جریانات گوناگون هیپیگری‌های موج نو هست، جنون و جنایت قوقا میکنه. خودکشی های دست جمعی، آدم کشی های دست جمعی، حتی این گروه های شیطان پرستی که اخیراً درست شدن توی آلمان و امریکا و همینجا هستن، در ژاپن هم مثل که خیلی طرفدار پیدا کردن، که حتی آدم ها را زنده میکشن، کباب میکنن و میخورند، هم اینها ادامه تکاملی به اصطلاح نهضت های شبه عرفانی پیگری دهه های قبض هستن که الان به شیطان پرستی علنی رسیدن. اینا رو ما باستی بدانیم که اینا از کجا سر در آوردن. گروه های موسیقیایی، موسیقی راک و الکترونیک و اسید راک و امثاله هم جنبه و زمینه ای از رشد این عرفان بوده. ادبیات رومانی و سینمایی مثل داستان های مالی خولیایی کارلوس کاستانادا و اون اسوه و جادویی که آفریده تحت عنوان دونخوان که اکثر آثارش هم در ایران ترجمه شده، خودش یکی از زمینه های ادبیاتی و روشنفکری این نوع عرفان بوده که آقای کاستانیدا علنا برای رسیدن به همچین عرفانی رو کاملا استفاده از مواد مخدر به خصوص پیوت و الستی تجویز کرده که میخواید عارف بشید، با عالم اسرار راه پیدا کنید و پرده به قول معروف غیب آشکار بشه برای شما و پرده ها بر کنار بره، باستی از الستی استفاده کن. کسانی مثل کریشنامورتی که از عرفای از سخنگویان عارف مشرب هندو بود و عمری را در امریکا زندگی کرد، خود یکی دیگر از بانیان و توسعه دهندگان چنین عرفانی در امریکا بود که به ایران هم رسیده، تا ژاپن هم رفته، در سراسر اروپا هم من شاهد بودم که سرایت پیدا کرده بود. یا یک کسی مثل اوشو که اخیراً خیلی باز در ایران هم آثارش ترجمه شده، اوشو. اینا جالب اینه که همشون از آمریکا شروع کردن، خود اوشو در آمریکا بود و خیلی جالب این عرفانا چرا همه از آمریکا شروع میشه و بعد تازه میرسه به اینا. هندی هستند ولی میان در آمریکا عرفانشون بنیانگذاری میکنن و بعد اون نهضتش به هندوستان بعدها میرسه، 2 دهه، 4 دهه، 5 دهه بعد.
مثل کریشنا مورتی و اینا در آمریکا عمرشون تمام شد و از اینکه عمرشون تمام شد اونا مردن تازه به ایران و به کشور آسیایی داره میرسه. این هم زمین های دیگر از این قضیه بوده. از این اسمایی که بردم از ما صدها نفرند، حالا اینا مشهورترین هاش بودم، چند تا من اسم بردم مشهورترین هاش و یه مقدار عاقلترین هاش بودم ظاهرا. خب اینکه چرا اینها از امریکا شروع میشه خود قابل تعمده. بله همونطور که شما فرمودید، گویین که عرفان در اینجا به عنوان حربه بر علیه قانون، نظم، انضباط، اخلاق، شرف، عهد، وفا، بله واقعا از این دیدگاه بهتر میشه فهمید که بایستیم از آمریکا شروع میشد. چرا؟ برای که آمریکا سرزمین به اصطلاح آزادی، یعنی آزادی از عقل، آزادی از شعور، رهایی از وجدان و وفا، وزیر پا نهادن فطرت و اخلاق و مذهب، کارخانهش در اونجاست. خب آمریکا محل صدور چنین ارزش‌های ضد ارزشی هست، برای همین مهد آزادیه. مهد آزادیه یعنی آزادیه از هر چیزی که انسان رو متعهد بکنه. خب به نظر میرسه که این موسیقی ها، این ادبیات های که اسم بردیم، این به اصطلاح عرف های هندی که رفتن اونجا این بساط رو انداختن، به نظر میرسه اینها خواسته یا نخواسته به هر حال در خدمت همچین چیز بودن. چرا اینها در اونجا رفتن؟ بله خب برای اینکه دیدن که اونجا بهتر این مسائل رشد پیدا میکنه. امکانات هست، رسانه ها هستن، دانشگاه ها خیلی اینها رو تبدیل میگیرن، بنیاد ها، سرمایه ها، بودجه ها و تبلیغات، رسانه ها، ماواره ها، اینها در سراسر جهان تبدیل میکنن اینها رو. خب ما میبینیم که جنون و جنایت و مواد مخدر عناصر ذاتی این عرفان هست، عناصر ذاتی این عرفان. نبرد بر علیه عقل و دین از عناصر ذاتی این عرفانه و جنون و جنایت و اعتیاد هم عاقبت این عرفانه. این اعتیاد به اثبات نیست، کافیه چشممون رو باز کنیم و ببینیم. مشابه ایرانی، آسیایی، شرقی و اسلامیش هم ما شاهدیم تحت عنوان سلسله و فرقه های درویشی که امروزه کم و بیش اونها هم به همین سمت دارن گرایش پیدا میکنن. حالا طبیعینشون فرق میکنه، واژه هایی که به کار میبرن فرق میکنه، ولی در عمل میبینیم که این ضدیت با عقل و وجدان و دین و شریعت و ضدیت با عهد و وفا و گرایش به مواد مخدر به عنوان عنصر ذاتی چنین عرفانی میبینیم در اکثریت سلسله درویشی که ما شاهدیم، حالا اگه همش نه بیشترش برای این اساس دارن. امروزه به اینجا رسیدن، در گذشته چه بوده که ما نمیدونیم، ولی امروزه همین هاست و در واقع نوعی هیپیگری. اینطور توجیه و تفسیرش فرق میکنه. حالا اونها هم از متون نمیدونم شعارهای کریشنامورتی و اوشو و نمیدونم کلمات دوسار آقای دونخوان استفاده میکنن احتمالا فرض کن، و اینجا احتمالا از اشعار مولوی و حافظ و حتی چه بسا از آیات قرآن و سخنان از علی، اینها رو به عنوان چاشنی استفاده میکنن. هر کسی از مواد فرهنگی بومی خودش استفاده میکنه. اینها خیلی فرق نمیکنه. ماهیت عمل و عاقبت واحد اینها نشون میده که اینا ماهیتشون یکی بوده و یکی هست. علاوه بر اینها ما میبینیم که خود سینما و جلوه های ویژه سینمایی و به اصطلاح سینمای فلسفی عرفانی هم شاخه دیگری از این نهضت و تغذیه کننده این نهضت و گرایشات مدرن عرفانی بوده. مثل دیگه قشنگترین هاش مثل سینمای تارکوفسکی و برگمن و رنوار هست، سینمای اورسون ویلز یا حتی هیچکاک یا سینمای جان هیوستون. ما میبینیم که مقدار زیادی این نوع سینماها و مکاتب سینمایی هم در خدمت پدید آوردن و توسعه دادن این نوع امواج به اصطلاح عرفانی بوده و هست. در کشور خود ما هم این رو ما شاهدیم، حتی این اعتقاد داره پدید میاد که گویا اصلا عرفان فقط در هنر سینما میتونه تحقق پیدا کنه و بدون سینما اصلا عرفانی ممکن نیست. حتی این داره تبدیل به یک ایدئولوژی هنری میشه، هنر به عنوان عرفان، که آقا عرفان هم هنر است و هنر هم عرفان است. شعر و شاعری
و حالت های جذبه و خلصه و نشعه شاعری همیشه کم و بیش بوده، این روزه خیلی بیشتره. به نظر میسته که هر کسی شعری گفت و آهی کشید گویی که عارف شده، و میبینیم که این آه کشیدن و شعر گفتن و حق گفتن و هو شنیدن، اما میبینیم که در اکثر موارد و این محافل میبینیم جز با مواد مخدر ممکن نمیاد. خب ما این چند جنبه از این گرایشات کاذب عرفانی رو ما وقت نگاه میکنیم میبینیم که وجه مشترک همه اینا مخدراته، افیون، الستی، حشیش و موادهای جدیدی که مثل جادوی سیاه، نمیدونم اشک شیطان و این مقولات که حتی میگن از هروئین 1000 برابر قدرتمندتره، یا مواد توهمزا و روانگردان که به صورت داروهای پزشکی در دسترس همه هست، تحت عنوان انواع اقسام داروها اینها هم همه هست الستی برداشت شده، داروهای شادی بخش، داروهای عشق آفرین، داروهای نمیدونم عرفان آفرین، در واقع این داروها رو این مواد رو مصرف کنید تا عارف بشوید، تا احساسات عرفانی پیدا کنید. خب خیلی جالبه، اگر عرفان رو در شرق و غرب جهان از قدیم تا امروز گفتن آقا خودشناسی است، معرفت نفسه، ما میدونیم که اینو هیچ کس نمیتونه منکر بشه که مواد مخدر، انواع مواد سکرآور، نشه کننده، مست کننده، موادی هستن که در خدمت خودفریبی انسان هستن، در این که شردیوی نیست. یعنی این رو دیگه عالم عامی، گبر و مسلمان و یهود و نصارا و کمونیست و ملحد و لایک و ماتریالیست و فرق نمی کنه دیگه، الکل، حشیش، افیون، الستی در خدمت خودفریبی انسانه، این واضحه. اینا مواد توهمزا هستن، انسان رو نسبت به واقعیت کور میکنن، مهمتر از همه انسان رو نسبت به واقعیت خودش کور میکنن. پس همین نکته اگر ما نگاه بکنیم میتونیم بگیم که این نزعت های به اصطلاح عرفانی موج جدید در شرق و غرب جهان و همچنین در کشور خودمون واضحه که این نه تنها عرفانی نیست و بلکه ضد عرفانی است. اگر عرفان یعنی خودشناسی، یعنی معرفت بر واقعیت وجودی خیش، اینها کاملا عکس این واقعه رو انجام میدن، یعنی تلاشی هستن برای خودنشناسی و خودفریبی، در این تردیدی نیست. نتیجهش هم اینو نشون میده، برای اینکه همه اینا به جنون جنایت و تبهکاری و جنایت های کلان میرسه. اخبار خودکشی های دست جمعی این گروه های بسیار عرفانی در امریکا، در ژاپن، اینها رو ما کم و بیش شاهد هستیم. و ببینیم پس مشخصه که اینها نه تنها نوعی از عرفانی، انواع از عرفان نیستن، یا نمیشه اینا رو گفت عرفان های مدرن، بلکه باید گفت اینا عرفان های ضد عرفانند، مثل مذهب ضد مذهب، استفاده از عرفان بر علیه معرفت. پس در حقیقت بایستی گفت اینها دجال های عرفانی است، عرفان های دجالی است، پوستی نوارونه عرفان است. در این مورد کافی چشمون رو باز کنیم و این قضاوت قضاوتی است کاملا واقعی، یه قضاوتی است کاملا عینی، قضاوت عرفانی نیست، یعنی برای دیدن این واقعیت احتیاج نیست عارف باشیم. تا این حد کاملا مرسه. نظر میرسه که ما در وارد عصری داریم میشیم که کل بشر داره به سمت عرفان میره و همه میخوان عارف باشن. این عرفانی شدن و این گرایشات به اصطلاح عرفانی از دکانهای رمالی و ورد و جنگیری ها گرفته تا گنجگیری و در جستجوی گنج بودن که خیلی باب این روزا، تا شعر و شاعری و هنر و سینما و مکتب اصالت هنر برای هنر و سینمای به اصطلاح عرفانی گرفته، تا جنون پرستی ها، هیپیگری ها، تا شیطان پرستی و آدم خوری، این مجموعه طیف این گرایشات مدرن عرفانی رو در بر میگیره. و تا جریاناتی مثل به اصطلاح سومای عرفانی که باب شده اخیراً، که در واقع میشه گفت یک نوع عرفان، ببخشید این حرفو میزنم، عرفان کاباره‌ای و دیسکوتیکی، منتها با یک سری الفاظ و کلماتی که از متون مذهبی استخراج میشه، حتی میخوان رخت و رقاصخونه ها رو هم عرفانی کنن به نظر میرسه. جالبه
هانری برگستون یکی از فلاسفه عارف مشرب قرن بیستم فرانسه یه جمله خیلی مشهوری داره در یکی از آثارش که ترجمه هم شده به فارسی تحت عنوان دو منشأ دین و اخلاق. در اونجا میگه که امروزه حتی به نظر میرسه که امپریالیزم و امپریالیستا هم دوست دارن که عرفانی بشند، یعنی اسطوره‌ای بشند، حماسی بشند، و گویی که زین پس استمرار نظام سرمایداری در امپریالیزم گویی که فقط با عرفانی شدن ممکنه. این هم واقعیت دیگری است. این ما امروزه این حرف رو وقتی برکسون زد هنوز این خبرها خیلی نبود، چه بحثا چنین شمعی رو چنان سیمایی رو شاید در هیتلر اون موقع میشد درک کرد. خب هیتلر واقعا ادعاها و احساسات عرفانی داشت. ما میدونیم که هیتلر معروف است در زندگیش که در محافل مادام بلاواتسکی روسی که یک زن به نظر میرسید عارفه و صوفی مشربی بود در اونجا رفت آمد داشت، با معارف عرفانی آشنا بود و بعد با مطالعات آثار فردریک نیچه آلمانیزه کرد، به قول معروف جرمانیزه کرد عرفانیش رو و شد هیتلر آن چیزی که در تاریخ اتفاق افتاد. ولی امروزه این قضیه شامل حال انگار همه حکومت ها میشه، انگار همه رهبران گویی که میخوان عارف باشند، اسطوره باشند، الهه باشند، خدایگونه باشند. پس این قضیه شامل حال حکومت ها و دولت مردم میشه، فقط مردم عامی نیست. متعهد کسی در شرایط خودش این رو باستاب میده، این گرایش عرفانی. این قضیه رو باز ترک کنیم، اینا قابل فهمه، یعنی بایستی فهمیده بشه. ما فقط با ترد و لند کردن نمیتونیم حقیقتی رو بفهمیم، باید بفهمیم یعنی چی. بالاخره اگر ما دعوی فهم عرفانی داریم باید بگیم آقا لازم عرفانی این وقایع چه معنایی رو داره، این بتالت ها داله بر چه حقیقتی است. درک حق ابطال یکی از بزرگترین مسائل عرفان در تاریخ بشر بوده. درک حق ابطال در بتالت هم حقی است. حق بتالت، حق ابطال بحث بسیار مهمی در حکمت بوده و هست. یکی از بزرگترین کارهایی که عرفا کردن در تاریخ، به خصوص عرفای اسلامی مثل حافظ و مولانا و عطار، آمدن حق و حقوق ابطالهای بشری رو نشان دادن. این نشان دادن که در اشد ابطالها و بتالتها و جنون بشری چه حقهایی وجود داشته که بشر از اون غافل بوده، ولی حقی بوده که بر اساس اون حق و نبرده با اون هر چه این ابطالهای بزرگی رخ داده. حالا این مسئله هم که فرمودید شامل حال این نگاه بایستی بشه. ولی بشر امروز به یک کلام میشه گفت به میزانی که به بتالت و پوچی ها، به رسوایی ها و انواع عذاب ها و درد های بی درمان جسمی و روحی و روانی و اقتصادی و سیاسی و حکومتی و ایدئولوژیکی میرسه، به نظر میرسه که هی عرفانگراتر میشه. ما خود شاهدیم در کشور ما، در جاهای دیگه، بسیاری از نیهیلیست‌ها و کمونیست‌ها به ناگاه گرایشات عرفانی پیدا کردن. به راست و دروغش کار نداریم، نوع راستش هم بوده، نوع دروغش هم به عنوان یک ملعبه بوده، هر دوتاش بوده. همونطور که عرفان واقعی داریم، عرفان جعلی هم داریم، همونطور که مذهب حقیقی در تاریخ داریم و مذهب ریایی و نفاق هم داریم. باز میتونیم از عرفان منافقان هم صحبت کنیم. عرفان منافقان از سر ناچاری، اون عرفان منافقانه با کلمه نفاق ما نمیتونیم لعن کنیم، نباید لعن کنیم، باید این نفاق رو هم بفهمیم. نفاق عرفانی رو باید فهم کرد. چرا بشر ها به نفاق عرفانی بنا برده و کل بشریت گروه به گروه، موج به موج دارن به این سمت گرایش پیدا میکنن به عنوان آخرین راه ادامه بقا بر روی زمین. گویند که بشر مجبور خودش رو عرفانیزه کنه، خودش رو به هر طریقی، هیچ طور نشد، با مواد مخدر به خودش احساسات عرفانی از بیرون تزریق و القا بکنه و تلقین کنه به خودش. ما میدانیم که در فرهنگ اسلامی، در فرهنگ تشیع، حضرت علی علیه السلام به عنوان سلطان عرفان اسلامی ملقب به برپا کننده قیامت، پرچمدار قیامت، پیامبر اسلام این لقب بهشون داد که علی برپا کننده قیامت و علمدار قیامت، قیامت آخرالزمان. بله، نشانه های قیامت و آخرالزمان رو امروز جهان مسیحی هم درک کرده، علمای اسلامی هم دارن اخطار میدن که نشانه های قیامت داره پیدا میشه در زمین و آسمان و در نفس بشر.
این یک بحث مفصل دیگری است که جاش اینجا نیست، ولی این اشاره بی نهایت واجبه. یعنی عارف برپا کننده قیامت، قیامت نفس، قیامت نفس انسان. هر دریجه از معرفت و عرفان برپا کننده قیامت طبقی از همان نفس است. درجات معرفت و درجات عرفان را باستی مشمول این قضیه بکنیم تا درجات قیامت را درک کنیم. در قرآن قیامت معروف به یک روز 50,000 ساله. به نظر من ما امروزه در این روز 50,000 ساله قرار داریم. به نظر من با شروع اسلام قیامت آغاز شده و هزار و اندی از این قیامت داریم میگذره. بنابراین اگر عرفان برپا کننده قیامته و عارف برپا کننده قیامت هست، قیامت نفس، چرا انسان وقتی که رو به خود میکنه میخواد خودشو بشناسه، قیامت رو استارتش رو زده، قیامت شروع شد. هر کی رو به خودش میکنه، خودش رو نگاه کنه، این سراغاز عرفانه، قیامت برپا میشه. در قرآن کریم داریم قیامت تعریف شده خیلی واضح. جنبه های انسانی قیامت اینه، میفرماد که قیامت آن روزیست، آن موقعیست، آنگاهیست که نهانهای پنهان انسان آشکار میشه و تعین پیدا میکنه، به فعل در میاد. و در آن روز سعادتمند کسیست که آنچه را که از نفس خود میبینه انکار نکنه، تصدیق کنه و پناه ببره به خدا و توبه کنه. و شقی و بدبخت کسیست که انکار میکنه، میگه نه خیر، این من نیستم، این دیگرانم، تقصیر من نیست. چنین کسی به عذاب الهی مبتلا میشه. پس معلومه که آنچه از نفس شرور و کافر انسان آشکار میشه تماما شرارت و پلیدی و جهل و جنونه. لذا انسان جاهل میگه نه خیر، این من نیستم، این مال همسایه بغلی است، این مال حکومت هاست، این مال بابا ننه منه، این مال رفیق منه، این مال همسر و بچه های منه، من خداهم، پاکم، مقدسم، عاقلم، عالمم، این مال من نیست. خداوند در قرآن میفرماید که چنین انسانی شقی است، بدبخت، ابله، چون انکار میکنه خودش رو و لذا به عذاب محکوم میکنه خودش رو، یعنی حاضر نیست خودش رو ببینه. و بیان دیگه، عرفان همان دیدن نفس خود، شناختن نفس خود و استخراج و برون افکنی طبقات هزار لای نفس خیشتنه به واسطه معرفت. معرفت نفس همان عرفان است و شناخت نفس است. و بدین گونه است که به قول حضرت علی علیه السلام، اکثریت مردمان معرفت نفس رو دوست ندارند، خوششون نمیاد. خب اگر امروزه ما در قلمروی آخرالزمان قرار داریم، اون قیامت 50,000 ساله، پس جبرن نبه واسطه معرفت نفس، جبرن بشر دوچار برونفکنی نفس شده، نفوس داره به فعل در میاد، در قلمروی مدرنیزم و تکنولوژی به فعل در میاد. چه آشکار میشه؟ آزادی، دموکراسی، جنون، جنایت، هرج و مرج، کشتار، توحش، فساد، شیطنت، خودکشی، آدم کشی، آدم خوری. خب و این روزافزون، چه چیزی این رو روزافزون کرده؟ تکنولوژی است. تکنولوژی به یاری انسان آمده جبران تا انسان برون افکنی کنه نفسش رو، به فعل در بیاره. و لذا انسان حاضر نیست بپذیره، انسان جاهل، که بگه این منم، این همون جمعی جنایت از منه. و لذا میخواد چشمش رو ببنده، گوشش رو ببنده، گوشش رو نابود کنه، شعور و وجدانش رو از کار بندازه تا نبینه خودش رو. مواد مخدر منتقل میشه و یک سری توجیهات و خودفریبی های پنهان شده در واژه های به اصطلاح فلسفی و عرفانی و مولکولی هنری تا نبینه خودش رو. پس معلومه که این گرایشات به اصطلاح عرفانی در واقع همون عرفان ضد عرفانه، نبرد بر علیه قیامت نفسه و قلمروی شقاوته. به قول قرآن چنین انسانی عذاب رو بر خودش واجب میکنه، بذاری که توبه کنه، ببینه که خدایا از شر خودم به تو پناه میبرم، میگه نخیر، این من نیستم، اصلا این تقصیر جامعه است، اصلا تقصیر خود خداست، واقعا به من چه مربوطه. چنین انسانی شقی میشه و انواع اقسام عذابها مبتلا میشه و عذاب و جهنم رو در همین دنیا بر خودش واجب میکنه. چرا در قرآن کریم آمده که جهنم آشکار شد، دوزخ آشکار شد؟ یعنی این با اسلام شروع شده، دوزخ همینه. تکنولوژی تماما آتشه، آتشخاره. نفت از اعماق زمین میاد بالا. سخنی از رسول اکرم میگه
خوراک اصلی و محوری اهل دوزخ نفته، از لغت نفت استفاده شده در حدیث قدسی، نفت. بنابراین دوزخ آشکار شده، این دوزخ نفس انسان. پس این عرفان های این شکلی از عرفان ضد عرفانه، برای انکار خیشتنه، خودشناسی نیست، خودفریبیست و ضد عرفانه. این در این تردیدی نیست، این واضح است. و اما قسمت دیگری از سوالی که فرمودید این که حالا نهایتاً دین و اخلاق چرا رابطه با عرفان داره؟ شریعت ها چرا رابطه با عرفان داره؟ بله، از یک لحاظ این که واضح عرفان مغز دین شریعت، از بطن دین برآمده. انبیاء و اولیاء و قدیسین بانیان معرفت و عرفان هستند. ولی به نظر می رسد که این عرفان ضد دینه. خب طبیعی است که این سوء استفاده بشر ابله و کافره که از دین بر علیه دین استفاده میکنه، از عرفان بر علیه دین استفاده میکنه. طبیعی این سوء استفاده است، بشر همیشه این کار میکنه. نفاق شرعی مگه نداشتیم در طول تاریخ هزاران سال؟ این هم نفاق عرفانی است در حقیقت. وگرنه در این تردیدی نیست. ما گفتیم خودشناسی، عرفان یعنی خودشناسی. خب عرفان اگر خودشناسی است، خب خودشناسی یعنی شناخت طبقات نفس. وقتی من میبینم که نفس من چقدر شروعه، چقدر فریبکاره، چقدر بخیله، چقدر اصلا دشمن خود منه، جز هرزگی و فساد و جهل و جنون هیچ چیزیش نمیشه و هیچ چیزی که نمیخواد، خب من اگه عاقل باشم و با خودم بشناسم چیکار خواهم کرد؟ طبیعتا از نفس خودم پرهیز میکنم، نفس خودم رو سر میکنم، مهار کنم. یعنی دین، یعنی تقوا. پس ببینیم تقوا که همون احکام شریعت بیان کننده تقواست، با عرفان با معرفت نفس جدایی ناپذیر، اصلا علت و معلول هم دیگه هستند. پس شریعت و طریقت و حقیقت اینا یک مجموعه واحده، حتی سه مرحله هم نیست، اینا مراحل نداره، اینا یک واقعه واحدیه. علی امامان ما اینا های وصفای عرفان نیستن، نخستین عارفان و کاملترین عارفان مگه نیستن؟ در اینا وصفای شریعت هم هستند، وصفای شریعت هم اینا هستند. پس اون عرفانی که ضد شریعته، شریعت رو خلاف میدونه، اون عرفان نیست، اون شیطنته، اون ابلیسیته. در این تردیدی نیست. تمام عرفای ما اسطوهای تقوا و عصمت و طهارت بودند، امامان ما در رأسش قرار داشتند. پس این تصوری واضحه که باطله، یک دروغ و خودآگاهی کاملا، یک خودفریبی کاملا آگاهانه و عمدی هست. بدون تقوا نمیشه معرفت نفس داشت و بدون معرفت نفس هم تقوا ممکن نیست. یعنی اهل تقوا عبادت ها بدون معرفت ممکن نیست. این سخن در قرآن هست، در احادیث قدسی هست، در دریای سخنان پیامبر و امامان ما هست که دعایی در نزد خدا مقبول میشه که با معرفت باشه. اجابت دعا مشروط به معرفت. دعا اگر از اساس دین و شریعت و تقواست، پس معلول عرفانه، معلول خودشناسی است. این کاملا واضحه. برای همین عبادت به خودی خود بدون معرفت هرگز خاصیت نداره و تبدیل به عبادت ریایی و منافقانه و اکراهی میشه. شریعت هم بدون معرفت تبدیل به شریعتی منافقانه و دروغین میشه و انسان رو شقه میکنه. بقول حافظ چون از من برمیان پایین اون کاری دیگر میکنن. تمام مذاهب چون بدون معرفت در مردم ته شده، به نفاق رسیده و لذا فرو باشیده و خود شریعت هم از بین رفته. یعنی برای اینکه نفاق اینقدر عذاب داره که انسان مجبوره که شریعت رو بگوزه بذاره کنار، ظاهر باطن کافر بشه، مثل جامعه این روزا دار، مثل امریکا. از فرض نفاق به اونجا رسیدن. ولی این هم خود کار خداست که اجازه نمیده بیش از حد انسان از دین و از شریعت او اینقدر سوء استفاده کنه، کافر باشه و این تظاهر به دین کنه. بنابراین این واضحه که تقوا و عرفان دو روی سکه دین هست، بدون هم دیگه اینها مطلقا ممکن نیست. خب ببینید، این یکی از جریانات حاکم بر تفکر مسیحی روحانیت بوده. روحانیت هم مفهوم اصلی و محوریش یعنی فرار از زن برای مردان
همچنین فرار زن از مرد برای اینکه به قداست و عرفان و به حق برسه. یعنی به نظر میرسه که زن و مرد هر دوتا برای رسیدن به حق، به معرفت، به خداشناسی باستی از هم فرار کنند و تارک دنیا بشوند. این یکی از جریانات بسیار مسلط بر فرهنگ مسیح بوده. برای چنین فرهنگی تقریبا نابود شد رفت، آخرین تجربه شد در دوران قرون وسطا پس داد و اون همه جرم و جنایت آفرید و تقریبا میشه گفت دیگه همچین فرهنگی وجود نداره دیگه. الان هم اگر نگاه کنیم در صومعه های مسیحی، در اونجا دیگه ما میبینیم این صومعه ها تبدیل شده به آسایشگاه روانی زنان و دختران در به در و بیمار و رنجور و بی خانمان شده دیگه، اون معنا رو دیگه نداره و این فکر هم دیگه منقرض شده واقعا در جهان غرب، در جهان مسیحی اساسا منقرض شده. ولی همچین طرز فکری بدون تردید در اسلام هرگز وجود نداشته، اتفاقا ضدش وجود داشته. پیامبر اسلام ازدواج رو از واجبات و ارکان دین اسلام قرار داده. این واضحه، احتیاج به توضیح و آیه و حدیث نداریم برای اثبات چنین واقعیتی. خود پیامبر اسلام به عنوان خاتم و سرور انبیا و کامل کننده دین خدا و امامت، ما میبینیم که در مجموع چیزی بوده 13 تا همسر داشته ایشون. اونم در فقارت و گرسنگی، کسی که نون نداشته شکم خودش رو سیر کنه، سنگ به شکم میبسته، در مجموع 13 تا همسر اختیار کرده که ما میبینیم که اکثریت اینها، این زنها، زنهای آواره، فقیر، برده، درمانده، چند تاشون اصلا پیرزن مفلوک بودند. به استثناء عایشه، خدیجه هم از پیامبر حدود 15 سال مسنتر بوده. پس این اهمیت در اسلام، پاسخ شما جوابش واضحه. در اسلام همین چیزی نیست، بلکه عکسشه. حتی روایتی است از بایزید بسطامی به عنوان یکی از بزرگترین عارفان تاریخ اسلام که مولای رومیشون رو سلطان عارفان مینامه. ایشون خب ظاهرا ازدواج نکرده، خاطر شرایط زندگی داشته، یک ویژگی‌های خاصی داشته بایزید. همیشه در به در و آواره بوده و تبعید بوده از شهر خودش. مجالی حتی چه بسا برای تشکیل خونه نداشته. و خود ایشان گفته است که شیخ خرقانی که مرید ایشون حساب میشه، مقام شیخ خرقانی، میفرماد که از مقام من در نزد خدا و در عرفان هزار برابر بیشتر از خود منه. یعنی مقام مرید بیشتر از مرادش، یعنی بایزید بوده. علتی که میاره میگه علت اینه که من همسر اختیار نکردم و نان عیال و فرزند ندادم و بایزید همسر اختیار کرد و بیل زد و هیزم کشید و نان زن و بچه‌هاشو داد. مقام عرفانی او بسیار برتر است. پس پاسخ اسلامی این سوال جناب عالی واضحه که چی هست، در این تردیدی نیست. خود ائمه اطهار که سلاطین عرفان هستند، بانیان عرفان هستند، ما میدونیم که اکثرشون حتی بیش از یک همسر داشتن، در عین فقارت، نه از فرط ثروت، در عین فقارت بیش از یک همسر داشتن اکثر اینا. خب این مطلب واضحه. اما برگردیم به مسئله اساسی تر و تاریخی تر. ما شاهدیم که بالمثل سقراط و افلاطون به عنوان یکی از مشهورترین بانیان عرفان و حکمت توحیدی در یونان باستان روی این مسئله بسیار اصرار دارند. زندگی آنها نشون میده که آنها هر کدام در ارتباط با زنی عارفه و حکیمه بودند. اسم برخی از اینها حتی در تاریخ ثبت شده، سقراط حکیم، علاوه بر آن همسر شروری که در تاریخ ثبت شده داشت، یک زن حکیمی بزرگی بوده که همیشه با ایشون دیالوگ میکرده و گویی که حتی مریدی میکرده نسبت به اون زن حکیمه. افلاطون هم معروفه که همچین زن قدیس و حکیمی رو میشناخته و با او رابطه عرفانی داشته. داستان عشق افلاطونی که در کتاب جمهوری افلاطون هم اومده، در واقع همون عشق عرفانی و رابطه عرفانی و رابطه بالاتنه‌ای یک زن و مرده.
رابطه بالاتنهی یک زن و مرده. خود افلاطون تأکید میکنه که هیچ مردی حکیمی نمیتواند بدون ارتباط با یک زن قدیس و حکیمی به حکمت و توحید و به کمال برسه. این مسئله رو در تاریخ انبیا هم ما داریم. ما میدانیم که حالا سوای آدم و حوا، ما میدانیم که ابراهیم بدون زن بزرگ مثل هاجر هرگز به اون کمال ابراهیمی نمیرسید. این مسلم و واضح. خانه کعبه ما میدانیم که خانه هاجر بوده، شده خانه خدا، قبلگاه مسلمینه. موسی بدون داشتن چنان مادرانی، دوتا مادر داشت، دوتا مادر حکیم و قدیس، به همچون مقامی نمیرسید. مطالعه زندگی خصوصی حضرت موسی رو نشون میده. حضرت عیسی و مادرش حضرت مریم که واضحه، ولی مهمتر از آن رابطه عرفانی و الهی حضرت عیسی با مریم مجدلیه که یک دورانی حتی زن بدی گون که بوده، زن شروری بوده که حتی در روسبیگری غرق و تباه شده بوده و نجات پیدا میکنه. و ما میدانیم که دین عیسی رو مریم مجدلیه نجات داد. اون 11 حواریونش بلا فاصله بعد از به اصطلاح مصلوب شدن مسیح همه در جا کافر شدن و مریم مجدلیه رفت اینها رو دو مرتبه بیدار کرد و ایمان رو به اینها برگردوند. ما میدونیم که مسیحیت حقیقی در واقع میشه که مریم مجدلیه وصی عیسی مسیح مریم مجدلیه بوده. ما میدونیم رابطه پیامبر اسلام با خدیجه. ما میدونیم که بی خدیجه اسلامی نمیتونست پدید بیاد. بی زنی مثل خدیجه که یک راکفلر دوران خودش بود، تمام ثروت خودش رو صرف رسالت پیامبر کرد. رابطه علی و فاطمه محرزه. این که ما در حدیث قدسی داریم که حضرت فاطمه مقصود دین اسلام و کمال هدف خداوند در خلقت عالم و آدم بوده. پس در واقع میشه گفتش که زن به زبان اسطوره شناسی یونان اروس عرفانه یا عروس عرفانی است، همونطور که عروس در حجابه. زن هم در تاریخ همواره در پس پرده حجاب بوده. این چیز واضحیه. بی تردید اگر تعداد زنان عارف و حکیم بیشتر از مردان عارف و حکیم در تاریخ نبوده باشه، کمتر نیست. ما میدانیم که صدها زن مؤمن مخلصی که کسب معرفت میکردن از منظر حضرت فاطمه و در روابط با خود شخص پیامبر اسلام کم نبودن. اسم اینها خیلی هاشون نیست، برخی ها اسمشون هست. اینها زنان بسیار بزرگی بودن اینها، و تعداد اونها حتی از اصحاب صفه و از اصحاب کبار پیامبر هم تعداد این زنان بیشتر هست. پس این سوال که آیا زن عارف ممکنه یا نیست، ولی زن عارف ممکن است. یک، دو، مرد بدون زن نمیتونه به حکمت، عرفان و اخلاص برسه. این سر آدم و حوایی است. اگر زن باطن مرده، از بطن چپ و از سینه مرد اومده بیرون، پس جمال دل و روح و عشق مرده، هویت ذاتی و ابدیت و جاودانگی مرده. خب اگر عرفان خودشناسی، پس یعنی باطن شناسی، پس امکان نداره این باطن شناسی در رابطه با یک زن قدیس و مؤمنی امکان پذیر بشه و یا نهایتا به یک زن قدیس و حکیمی ختم نشه. همونطور که خودشناسی زن هم نهایتا به امام شناسیش میرسه، به یک مرد قدیس و حکیم و عارف میرسه. برای همین آن سخن معروف پیامبر و امام علی علیه السلام که خودشناسی همان خداشناسی است، ولی هیچ کسی خودش به خودی خود خود رو نمیتونه بشناسه. انسان خودش به خودی خود فقط خودفریبی میکنه و از این رهایی نداره. من گوشگیری کنم، انزوا پیش کنم، ورد بخونم، شعر بخونم، نماز بخونم تا خودم رو بشناسم، این حرفیست که زاف مهمل، جز جنون هیچی از توش در نمیاد. نیچه فیلسوف عارف مشتق آلمان یک سخن بسیار زیبایی داره. میگه انسان نفسش به قدری غول و ظلمانیه و اینقدر انسان غرق در فریب و غرور خودشه که در تنهایی خودش تبدیل به یک دیو مجسم میشه.
دیو میشه. اینو ما میدونیم، برای همین روحانیت در طول تاریخ جز نفاق و جنون و شیطنت پدید نیاورده. چه روحانیت مسیحی بوده، چه بودایی بوده، چه در قالب اسلام بوده. روحانیت یک جنون محض است. در روحانیت و همسر اختیار نکردن هیچ کس به هیچ جایی جز جنون و فلاکت نرسیده، دین از توش در نیومده. حالا اگر انگشتشماری هم بودن ازدواج نکردن، ولی اینها ضد ازدواج نبودن، اینها روحانیت و ریاضت پیشه نکرده بودن. تا خود قرآن هم آمده برخی به خاطر شرایطی ویژه‌ای داشتن و اراده خدا، انگشتشماری هم از مردان یا زنان حکیمه و عارفه بودن که ازدواج براشون پیش نیومده و اونا رای خودشون تهی کردن، ولی نه در غار نشینی، نه در غار نشینی. این رو بایستی بدونیم. و این نکته نیست که عشق آدم هوایی آن گوهره معرفت عرفان است. یعنی جان عرفان عشق است. بی عشق به معرفت نمیتونه انسان برسه. این نیست مسلمه، دریایی از ادبیات عرفانی ما این رو ثابت کرده. منتها عشق مقدس، پیامبر اسلام میفرماد که عشق تماما آداب است و کسی که عاشق شود و عصمت پیشه کند، عفت پیشه کند، هرگاه که بمیرد شهید مرده است. شهید ما میدونیم چه مقامیه. شهادت مقام امامته، یه همچین عظمتی داره. عشق بین زن و مرد در تاریخ مسلمه. هیچ پیامبر و امامی نبوده که این عشق رو در اشد خودش نداشته باشه. اون دار عشق پاک و مقدس. این عشق موتور محرکه معرفت نفس و عرفانه. اون عشقی که بر اساس تقوا، عزت و عصمت عمل کنه موتور محرکه عرفانه. و عرفان بدون این عشق هرگز ممکن نیست و حرکتی نخواهد داشت. عشق و عرفان برای همینه همیشه دو روی سکه دین بوده، عشق و عرفان. خود قرآن کریم ذات طبیعی و خود به خودی انسان رو معرفی کرده. فرماید که انسان دشمن آشکار خویشتن است. به راستی که انسان کافر و ظالم است، جاهل است. این انسان خود به خودی خود انسان این است. خود هر کسی همین است. الا آمنو عمل صالحات الی آخر. پس اون به واسطه تلاش. برای همین هر کسی میخواد ببینه که خودش چیه، من سوال کنم که من چیستم. اگر بخوام به خودم دروغ نگم، به این نتیجه میرسم که من نیستم. چرا؟ برای اینکه هر آنچه که میخوام بگم منم، مال من نیست، وارد است، از بیگان است. نه اسمم مال خودمه، نه فامیلیم، شغل رو دیگران به من دادن. همه وراثت آموزش های بیرونیه، شرایط جبریه، جبر اقتصادیه، جغرافیایی، طبیعیه. هیچ کدوم من نیست، غیر منه. خب بنابراین با همین تعریف منطقی کاملا محسوس، هر انسانی پاسخ نهایی به این سوال رو میتونه مترادف با فنا قرار بده. من خودم به خودی خود چیستم؟ پاسخ اینه، من نیستم. من نیستم، نه لازم معنا نیستم، حتی لازم تن هم نیستم. سر این تن رو که من نیستم، تن که من نیست. پدر مادر من با هم ازدواج کردن، از نطفه پدرم در رحم مادرم این تن پدید اومد. آن هم از غیر بود، از پدر مادرم بود. چون از غیره، با مرگ من این هم از دست من میره. پس واقعا نیستم، شعار نیست، این واقعیته. بنابراین هیچ انسانی نمیتونه خودش با اجرای احکام دین واقعا به خودشناسی، به معرفت، به اخلاص در دین و به خدا در خودش برسه. نمیتونه. احتیاج به یک لااقل مؤمن دیگری داره تا آینه او بشه، تا این غیریت ها، این بیگانگی ها رو از او بگیره. این مؤمن دیگه، بله، مفهوم نهاییش همان امامه. این در قرآن هم اومده که مؤمنان اولیای هم دیگر بایستی باشند و هستند. این سخن از پیامبر اکرمه. چون مؤمنی به دیدار مؤمنی میره، خداونده که دیدار میشه. مؤمنی که به دیدار مؤمنی میره، برای خدا، خدا رو دیدار میکنه. در قرآن کریم هم هست، سه تا مؤمن که با هم همدل میشن و همراز میشن، چهارمی خداست که بین آنها حاضره. این مفهوم کاملا واضحه. پس واقعا بی پیر، بی یک آموزگار معنوی و روحانی، هیچ کس نه تنها به خدا نمیرسه، در خود دین هم هنوز گامی بر نداشته، یا منافق میشه، یا حقبال میشه، یا دیوانه میشه. اون دین تبدیل به تکبر و غرور و جهل و جنون و شیطنت میشه.
طبیب تواضع و محبت و حقبینی و معرفت و عدالت نمیشه. پس واقعا انسان احتیاج به امام و پیر داره. حالا اون امام، امام مطلق لزومی نیست باشه، حتما امام زمان باشه. اگه امام زمان به پیش من چه میدونم اون کیست؟ هیچ بهره‌ای نمیتونم از او داشته باشم. گام به گام من به امام زمان و به امام مطلق میرسم، ولی در ارتباطی با یک مؤمن دیگری که یک ذره در ایمان از من برتره، در ارادت نسبت به او و اینکه ارادهمو، یعنی این ظلم و ظلمت نفسم رو به او میسپارم و میگم که به من لطف کن و به من نشون بده، من را به خودم نشون بده، اون امام منه. برای همینه به مثل عرفان کسی مثل ملا صدرا که یک کاخی از فلسفه عرفانی آفریده، چرا هیچ جاذبه پدید نیاورد؟ چرا وارد فرهنگ مردم نشد مثل مولانا و حافظ؟ چرا؟ برای اینکه ایشون منکر این نیاز واجب در معرفت و رشد بود. ایشون معتقد بود که انسان نیازی نداره اصلا پیر داشته باشه، امام داشته باشه. انسان نیازی به ارادت عرفانی نداره، هر کسی به خودی خود میتوانه. در واقع میشه گفت این فکر ملا صدرا شیعه بود، این فکر علوی و عرفان علوی نبود. لذا دریایی از ادبیات عرفانی ایشون هیچ خاصیتی در فرهنگ ما نبخشید و وارد فرهنگ ما هرگز نشده است. علتش اینه که این حق واجب وجودی انکار شده. این حق در عرفان هندو هست، در عرفان مسیحی هم هست، در عرفان چینی بوده و این فقط مختص اسلام نیست، ولی در اسلام این حق تبدیل به تمامیت هم‌وغم دین و معرفت و نجات انسان شده و در هیچ مذهبی تا کنون این هم اهمیت پیدا نکرده بوده، مسئله امام یا پیر. بسلام.